بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه خیریه ام ابی ها از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی اقدام به توزیع بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان یتیم در شهر مقدس کربلا نمود. شایان ذکر است این توزیع که شامل بیش از 800 بسته تحصیلی اهم از کیف و لوازم التحریر برای دانش آموز یتیمی باشد، در جشنی که به مناسبت سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام برگزار شد صورت گرفت. مسئولان این خیریه هدف از این اقدام نیکوکارانه را عمل به توصیه های آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در رسیدگی به اوضاع ایتام و نیازمندان دانستند و این اقدام را نشانه همبستگی و حمایت اجتماعی از این قشر آسیب پذیر توصیف کردند. مسئول دارالمصباح الشعائری، حوزه علمیه و مرکز پرورش سخنران، از افزایش چشمگیر داوطلبان و طلاب در این مؤسسه خبر داد. الرادود محمد السیلاوی، مسئول دارالمصباح الشعائری، از مراکز وابسته به مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام ضمن تشکر و قدردانی از این مؤسسه از افزایش چشمگیر طلاب و داوطلبان برای یادگیری فنون سخنوری و منبر در این مرکز خبر داد. لازم به ذکر است مرکز دارالمصباح الشعائری بیش از 3 سال است که در راستای آموزش سخنوری و فن بیان برای طلاب و دوستداران اهل منبر کلاس‌هایی را برگزار می‌کند و فارغ التحصیلان از این کلاس‌ها روانه برپای منابر حسینی در نقاط مختلف عراق می‌شوند. جمعیت اسلامی تنوع آمریکا AMDA کار گسترش تأسیسات یک مسجد در شهر استرلینگ هایتس به مساحت 20,000 فوت مربع را آغاز کرد. گفتنی است این طرح شامل توسعه 14,000 فوت مربع برای نمازخانه بانوان و یک سالن ورزشی و کتابخانه اضافه می شود. این طرح که هزینه آن به 5.5 میلیون دلار می رسد، با هدف گسترش برنامه ها از جمله برنامه های حفظ قرآن کریم انجام می شود. جمعیت اسلامی تنوع آمریکا در 4 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون دلار برای این طرح جمع‌آوری کرده است. امیدوار است که 3.5 میلیون دلار دیگر برای تکمیل این پروژه در طول 3 سال جمع‌آوری کند. نیروهای امنیتی عراق 9 نفر از اعضای گروه سنی‌های تندروی داعش را در استان صلاح الدین دستگیر کردند. آژانس اطلاعات و تحقیقات دولت فدرال عراق از دستگیری 9 تروریست داعشی در استان صلاح الدین خبر داد. بر اساس بیانیه منتشر شده از این آژانس، تروریست های دستگیر شده صراحتاً وابستگی خود به گروه های سنی های تندرو و تروریست داعش و انجام چندین عملیات تروریستی در استان صلاح الدین و حومه آن اعتراف کردند. گفتنیست عناصر باقی مانده ای از گروه سنی های تندروی داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیاله، کرکوک، نینوا و الانبار فعالیت دارند. در پی حمله یک مهاجم به افراد حاضر در مسجدی در شهر مونترال کانادا، 3 نفر زخمی شدند. در پی حمله یک مهاجم با چاقو به افراد حاضر در مسجدی در شهر مونترال کانادا، 3 نفر زخمی شدند. مقامات پلیس از بازداشت مهاجم 24 ساله و انتقال او به دادگاه خبر می دهند. گفتنیست مهاجم هنگام اقامه نماز جمعه به نمازگزاران حمله کرده و یکی از مجروحان به بیمارستان انتقال یافته است. شورای ملی مسلمانان کانادا نیز با انتشار اطلاعی از آغاز تحقیقات درباره حمله با چاقو به مسجدی در مونترال خبر داده است. عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، اعلام کرد به دلیل مسائل امنیتی اعزام زائران ایرانی به سوریه متوقف شده است. در حال حاضر هیچ گونه اعزام زائران ایرانی به سوریه به دلیل مسائل امنیتی وجود ندارد.
تصمیم به تعلیق مجدد پروازها به مقصد سوریه پس از افزایش تنش و درگیری در غزه و همچنین افزایش حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و سوریه صورت گرفته است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به مهاجران غیرقانونی هشدار داد اگر غیرقانونی وارد ایتالیا شوند به کشورشان بازگردانده خواهند شد. وی روز گذشته با انتشار ویدیویی خطاب به مهاجران غیرقانونی گفت به قاچاقچیان انسان اعتماد نکنید، زیرا آنها از شما پول زیادی میگیرند و شما را سوار قایق‌هایی میکنند که اغلب برای انجام آن سفرها مجهز نیستند. وی در ادامه گفت در هر صورت اگر به صورت غیرقانونی وارد ایتالیا شوید بازداشت و به کشورتان بازگردانده خواهید شد. بیماران به لطف یک ژن درمانی جدید که توسط دانشمندان دانشگاه فلوریدا توسعه یافته است بهبودهایی را در بینایی خود به دست آوردند. گفتنی است این روش درمانی به نابینایان این امکان را می‌دهد که برای اولین بار ستاره‌ها یا دانه‌های برف را ببینند و به طور قابل توجهی بهتر در زندگی روزمره خود حرکت کنند. این روش معجزه آسا به دلیل یک ژن درمانی ایجاد شده توسط دانشمندان دانشگاه فلوریدا ایجاد شد که توانست بینایی را به اکثر بیماران مبتلا به نابینایی نادر و ارثی و مادرزادی نوع آی یا LCA1 در یک آزمایش کوچک بازگرداند.